درود بر همیهنان عزیز مردان و زنان شجاع ایرانی به کانال خبری آوای ایران خوش آمدید. خیابان و اعتصاب به نظر بسیاری از ناظران سیاسی ترکیب این دو میتواند ارکان حکومت اسلامی را به لرزه درآورد. در سی و سومین روز از اعتراضات سراسری ایران کارگران پتروشیمی در بوشهر یک بار کوشیدند تا این اعتراضات را با اعتصابهای کارگری همراه کنند اما آنها را به سختی سرکوب کردند دهها کارگر بازداشت شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند اکنون دوباره خبر از اعتصابات کارگری در جنوب ایران می آید شورای سازماندهی کارگران پیمانی پتروشیمی که سابقه سازماندهی اعتصابات بزرگ را دارد گفته است کماکان در حال بررسی پلنهای موجود برای ادامه و گسترش اعتراضات است امروز هم اتفاق جدیدی در پخش تلویزیون باعث قطع یک برنامه زنده شد حمله کارشناس سیما به معاون رئیسی انسی خزلی دعوت می کنم تا انتها با ما همراه باشید از اینکه نظرتون رو با ما و سایر دنبال کنندگان به اشتراک میگذارید سپاس کذاریم. لطفا پیش از هر چیزی با لایک کردن این ویدیو و به بیشتر دیده شدن این اخبار کمک کنید با سپاس از همراهی شما کنایه کارشناس صدا و سیما به انسی خزلی در روی آنتن زنده دیروز در برنامه شیوه شبکه چهار کارشناس سیما با حمله به معاون رئیسی گفت این خانم باید ازل شود او اظهار داشت که رئیسی اگر دروغ نیست او را ازل کند اگر زن باشی در جمهوری اسلامی یا باید خواهر یا دختر کسی باشی یا خواهر زن کسی که مسئولیتی را بگیری زنان و خواهران و دختران آقایان تصمیم گیر گفتم حالا اون بعد از صحبت های این کارشناس و پخش تبلیغات تلویزیونی ادامه برنامه به بعد مکول شد. یک خبرنگار مستقل امروز در توییتر اعلام کرده که با دستور مدیر شبکه چهار ضبط ادامه برنامه لغو شده است. اعتراضات مردمی در چهار شنبه شب شدت گرفت و در چندین شهر و مناطقی از تهران ادامه یافته است. چند منطقه تهران امشب شاهد تظاهرات معترزین و شعارهای ضد حکومتی بوده است. تصاویری از اعتراضات در خیابان شریعتی منتشر شده است. یک گزارش می گوید همکنون در نازیابا درگیری شدیدی بین جوانان و نیروهای سرکوبگر از خیابان مدائن و خیابان اکبر مشهدی شروع شده است. نیروهای سرکوبگر و یگان ویژه ساچمه و اشکاور میزنند. درگیری به خیابانهای اطراف هم کشیده شده. گزارش ها از اعتراض در خیابان انقلاب منتشر شده است. در شهرک سیاد تظاهرات پرتعدادی با شعار مرگ بر دیکتاتور برگزار شده است. در اکباتان جنگ و گریز خیابانی بین معترضان و سرکوبگران روی داده است یک ویدیوی دیگر گسترده شدن تظاهرات را نشان می دهد. در یک ویدیوی دیگری گزارشگر می گوید حمله وحشیانه سپاه و پرتاب گاز اشکاور به سوی مردم صورت گرفته است صدای بیشرف بیشرف به گوش می آید با تاریک شدن هوا بار دیگر فریادهای مرگ بر دیکتاتور در مناطق مختلف تهران از جمله در تهران پارس در بند شمس اکباتان خیابان زفر تنین انداز شده است. در جاده ساوه معترزین بیرون آمده و با روشن کردن آتش اعتراض های گسترده ای را برپا کردند. در مهاباد مردم با شعار مرگ بر خامنه ای به خیابان آمدند. جوانشیر کرمانشاه صحنه اعتراضات است. در کرمانشاه مردم در خیابان شعار مرگ بر دیکتاتور می دهند. در احواز مردم با شعار می جنگیم می میریم ایران و پس می گیریم به خیابان آمدند. در ایلام جوانان در خیابان هستند و اتومبیل راهبندان ایجاد کرده و بوق میزنند در کامگاران مردم با روشن کردن آتش خیابان را بسته و شعارهای ضد حکومتی سر می دهند. در دهگلان تظاهرات خیابانی با روشن کردن آتش در خیابان و دادن شعار جریان یافته آغاز شده است در بندرعباس در بازار مردم با شعار حکومت بچه کش نمیخوایم نمیخوایم تظاهرات گسترده برپا کردند بنابر یک گزارش دیگر جوانان محله 22 بهمن خیابان را سنگر بندی کردند. قهدری اصفهان هم امشب شاهد تظاهرات مردمی بوده است. در ساری معترزین در خیابان تظاهرات کرده و خواهان حمایت بیشتر شدهاند. دیگر اصل برقافلگیری نیست. مردم آنقدر قدرتمند شده اند که اعتراضات خود را پیشا پیش اعلام می کنند. روبروی مردم انقلابی با حکومت اسلامی آشکار و به صورت علنی است. فعالین و تشکلهای محلی و میدانی فراخان می دهند. مردم آماده می شوند، حکومت نیروهای خود را به میدان می آورد و دو نیرو با هم رو در رو می شوند. نه روز شنبه گذشته و نه دیروز چهارشنبه حکومت نتوانست مانع شکلگیری تظاهرات و اعتراضها در بسیاری از نقاط کشور شود. حضور انبوه نیروهای مسلح نظامی و لباس شخصی و قطعی شدید اینترنت برای بیخبر خبر نگاه داشتن مردم از حال همدیگر مؤثر نبود. صبح روز چهارشنبه با خبرهای مبنی بر قطعی کامل تماس با شبکه بین المللی اینترنت آغاز شد. سایت های داخلی وابسته به حکومت خبر دادند که از بامداد چهارشنبه اینترنت موبایل قطع شده. گزارش های اولیه حتی حاکی از آن بود که در خانه ها هم دسترسی به اینترنت وجود ندارد به دلیل محدودیت های شدید اینترنت هنوز گزارش های کاملی در دست نیست و نمی توان تصویر جامعی از آن چه روز چهارشنبه گذشت نشان داد صبح چهارشنبه خبرها با تصاویری که از شهرهای کردستان رسیده آغاز شد بنابراین تصاویر اکثر شهرهای کردستان از جمله سنندج مهاباد بانه سقز مریوان و برخی از شهرهای دیگر در اعتصاب کامل به سر میبرند و کرکره های مغازه ها و مراکز کسب و کار پایین بود در شاه و مشهد هم این اعتصابات گسترده گزارش شده بود همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مسئولان حکومتی تمام تلاش خود را در این روزها بر این مسئله تمرکز کرده اند که اعتراضات تمام شده و خیابان ها آرام است در حالی که کانال ها و خبرگزاری های حکومتی با حمله به وزیر کشور و صدا و سیما از آنها خواستند اینقدر اوضاع را آرام جلوه ندهند زیرا تاثیر بدتری گذاشته و معترضان را جریتر می کند. روز گذشته شبکه ورزش سعی کرد با دعوت از چند چهره منفور ورزشی مردم معترض را دوباره تهدید و آنها را تجزیه طلب بخواند از جمله اظهارات نیمان نکیسا دروازهبان سابق تیم ملی در شبکه ورزش درباره اعتراضات که واکنش های زیادی را به دنبال داشته است اگر شما هر کدوم از شما عزیزانی که دارید من رو تماشا می کنید. اگر در خانواده شما شما هر کدومتون عزیزانی دارید دوستای صمیمی دارید شما با پدرتون با مادرتون برادرتون خواهرتون دعواتون بشه آیا اجازه میدید که صمیمی ترین دوست زندگیتون عزیزترین یار زندگیتون بیاد و به خاطر شما روی پدر شما و مادر شما دست بلند کنه دشمن این مملکت دشمن امروز و دیروز این مملکت نیست ما متاسفانه مطالعات زیادی در رابطه با دشمنانمون نداریم و نمیدونیم که اونها از چه طریقی دارن به ما ضربه میزنن دعوای خانوادگی یه بحث خانوادگی به هیچ کس هم ربطی نداره شما فکر کنید همسایه در خونه رو بزنه آقا بله اجازه بدید من بیام تو کار خانوادگیتون دخالت کنم آقا کدوممون اجازه میدیم که همسایه بغل دستیمون که 40 سال هم از باش هم همسایه هستیم باز بیاد مثلا به ما بگه آقا شما با پدرت اینجوری رفتار کن با مادرت اینجوری این ها مشکلشون با مملکت ما فقط اسم ایرانه و دوست دارن ایران بشه یک کشوری که تبدیل بشه به یک کشور کوچکتر و چند قسمت بشه جاهای مختلف اسمای اسامی مختلف داشته باشه هر کدوم از استانهاش تبدیل اینها اینا تجزیه طلبهایی هستند که سالهاست دارن هزینه میکنن برنامه ریزی میکنن چرا؟ چون الان به کوری چشم دشمنانمون ایران یکی از مقتدرترین کشورهای نظامی جهانه در منطقه خواهر میانه کسان رقیبی نداریم گزارش ها حاکی از بی اثر شدن کامل تلاش 43 ساله جمهوری اسلامی برای ایجاد تفرق میان ایرانیان است. هیوا پاشایی هنرمند و نقاش میگوید هیچکس دنبال تجزیه نیست و به آزادی نزدیکتر شده ایم. ما حداقل اقل جانباختگان راه آزادی که اخیرا در واقع برای, مح... برای آزادی ما کشته شدن رو بتونیم چهره هاشون رو بخش بزرگیشون رو از سیستان از زاهدان از کردستان از مشهد بسازیم و من به عنوان یک هنرمند کرد ایرانی تصمیم گرفتم از یک جانباخته غیر کرد شروع بکنم که به مردمم بگم که ما همه یکی هستیم ما هیچکس هیچ کس نمیخواد ایرانو تجزیه بکنه ما باید هوشیار باشیم و باید یادمون باشه که هممون میخوایم آزادی رو در واقع بهش برسیم و تردیدی هم درش نیست ما نزدیکترین زمان ممکن به آزادی هستیم و تا اون روز چیزی نمونده که ما این چهره ها رو در تهران میدان شهیاد و جای جای ایران کردستان آذربایجان به نمایش در جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی آمریکا در مقاله‌ای که روز سهشنبه 26 مهر در روزنامه تلگراف منتشر کرد نوشت موفقیت قیام همگانی مردم ایران علیه دیکتاتوری مذهبی حاکم بر آن کشور به پشتیبانی غرب از آن بستگی دارد بولتون تاکید می‌کند که با توجه به ابعاد گسترده و ادامه اعتراضات علیه حکومت مذهبی نظامی و خودکامه جمهوری اسلامی در ایران اکنون ضرورت دارد آمریکا و غرب ارزیابی کنند که بلاخره بالاخره چگونه ممکن است آیت الله ها سرنگون شوند و چه نوع دولتی بعد از سرنگونی نظام جمهوری اسلامی سر کار می آید و برای آن آمادگی داشته باشند نکته کلیدی که بولتون مطرح می کند این است که آیا اعتراضات جاری در ایران یک نیروی اپوزیسیون جدید را در بطن خود دارد یا تنها فیزشی علیه انقلاب اسلامی و رژیم ماحصل آن است بولتون اشاره می کند که اعتراضات از نظر حجم دامنه و پیچیدگی افزایش و گسترش یافته اعتراضات در استان کردستان آغاز شد اما به سرعت در سراسر کشور در حال گسترش است بولتون نویسد که رژیم پاسخ وحشیانه‌ای به اعتراضات داده است اما به نظر می رسد که آیت الله ها نیز از وسعت اعتراضات و شجاعت معترضان به لحاظ سیاسی فلج شدهاند چون خواست واقعی مردم ایران فراتر از موضوع حجاب و مرگ مهسا امینی یعنی سرنگونی کل نظام است جان بولتون میگوید خامنه‌ای رهبر نظام حاکم بر ایران ایران با آنکه میکوشد آمریکا و اسرائیل را مقصر جلوه دهد میداند که مشکل جدی دارد او اضافه میکند که برخلاف تبلیغات رژیم قیام و اعتراضات مردم در واقع کاملا خودجوشانه است و این ویژگی برای جنبش مفید است زیرا شناسایی تاکتیک ها و اهداف آن برای دولت دشوار است عزیزان از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاس گذاریم خدا نگهدارتان